سلام علیکم، خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. اومدن بچه ها مرزاد هستن؟ خوبه. امتحان نهایی شیمی یه ذره متفاوته با بقیه درس ها. از چه لحاظ متفاوته؟ اینجا رو اگر دقت بکنی تو همه درس ها معمولا این مدلیه که از ترم دوم بیشتر سوال میاد، اما تو شیمی برعکسه، ترم اول بیشتر سوال میاد. خود بچه ها میدونید دیگه، شما درس های ترم اول فصل یک و دو شیمی دوازدهم خیلی مباحث سنگین تر بود، مهمتر بود از درس هایی که تو ترم دومش خوندیم. پس تو دقت بکنین، آخرین چیزی که آموزش پرورش فرستاده گفته که از نوبت اول توی امتحان پایانی خرداد، یعنی از فصل یکتون بیشترین نمره، یعنی 6.5 نمره داره سوال میاد. از فصل دومت از الکتروشیمی 5 نمره سوال میاد، از فصل سوم 4 سوال و فصل چهارم 4.5 نمره سوال میاد. خب حالا ما قرار چی کار کنیم؟ ما میریم نمونه سوال های سال قبل رو بررسی میکنیم، نه اینکه من بشم حل بکنم فقط، اونطوری که خب جوابش هم اونجا هست، نیازی نبود به کلاس. من اول بر هر سوال درسش رو میدم، بعد نمونه سوالش رو شروع میکنیم به حل کردن. پس تو علاوه بر اون نمونه سوالی که گفتم از تو سایت من بگیر، علاوه بر اون نمونه سوال یه دفتری چیزی هم داشته باشه، سری نکات رو بنویس، هرچند پی دی افش هم بعدن سیو میکنم میذارم تو سایت، اون رو هم میتونی استفاده بکنی، ولی یه سری نکات رو یادداشت بکن که اون نوشتنه باعث میشه اینا بیشتر تو ذهنت بمونه. مرسی. خب بریم شروع بکنیم. جزوه خود چیزم بهتون میدم، این نمونه سوالات. خب نمونه سوالا دست شما هم هست، من یه ذره نمونه سوالا رو ترتیبش رو تغییر دادم. حالا اولین سواله چون جای خالی یه ذره پراکنده است، من میرم یه ذره جلوتر، از اینجا شروع میکنم به سوال اسید باز حل کردن. سوال یک و دو رو بعدن برمیگردیم دوباره با هم دیگه حل میکنیم. خب سوال اولی در مورد مبحث صابون هاست، در مورد پاک کننده ها، صابون های طبیعی، چه می‌دونم پاک کننده های غیر صابونی و پاک کننده های خورنده. من اول یه توضیحی در مورد این میام بهتون، بعد برمیگردیم سوالش رو بررسی میکنیم. ببین در مورد پاک کننده های صابونی ما میگفتیم چی؟ میگفتیم یک مخلوطی از اسید چرب و استر رو میارن با سود سوزاور میجوشونن صابون باش میسازن. پس اولا چربی چیه؟ چربی مخلوطی از اسید چرب و استره. چربی مخلوطی از اسید چرب و استره. حالا اسید چرب خودش چیه؟ اسید چرب رو اینطوری نشون میداد کتابتون، یک زنجیره آر بود که به چی وصل بود؟ به یه گروه عاملی اسیدی، به یه کوه وصل بود. خب استر چی بود؟ کالا شکلش هم این شکلی نشون میداد، یه همچین شکلی بود، اینو به عنوان یه اسید چرب در نظر میگرفت و استر رو این شکلی معرفی میکرد. استری که تو کتابتون بود یه استری بود که 3 تا رشته داد، این رو به عنوان یه استر توی بخش صابون معرفی میکرد، میگه اینو اگر ما بیاریم با سود سوزاور بجوشونیم صابون به ما تحویل میده. حالا صابون چی بود؟ R-C-O-O-N-A. حتما N-A، حالا راجع به N-A کامل صحبت میکنم که داستان از چه قراریه. این صابون بدونید یه ترکیب یونیه، ترکیبای یونی توی آب حل میشن و بعد از حل شدن تفکیک یونی میشن، یعنی کاتیون آنیونشون جدا میشه. بنابراین توی حالت محلول صابون این کاتیون آنیونه از هم جدان، این کاتیونش، اینم آنیونش. کاتیون هیچ نقشی تو پاک کنندگی نداره، فقط فاز صابون رو مشخص میکنه. اگر سدیم بود پاک کننده صابون جامده، اگر پتاسیم یا آمونیوم بود این میشه چی؟ مایع. صابون چی؟ مایع. اگر سدیم بود صابون چیه؟ جامده. اوکی؟ این چی؟ اصل کار اینه، اصل کار آنیونشه. آنیون دوتا بخش داره، دوتا بخشش این مدلیه که یه بخشش قطبیه یه بخشش ناقطبی. این سر قطبی آنیونه
که میچسبه به لکه های آب، این یکی این بخش ناقطبیشه. پس صابون یه کاتیون داشت یه آنیون، بخش آنیون پاک کنندگی رو انجام میداد، حالا بخش آنیونی یه سر قطبی داشت یه سر ناقطبی. اوکی خب، سر قطبی میچسبید به مولکول های آب، سر ناقطبی میچسبید به چربی ها، اینا رو به هم کانکت میکرد، باعث پاک کنندگی میشد. بریم ادامه. پاک کننده غیر صابونی چه شکلیه؟ چون صابونی ها توی آب، که آبی که کاتیون های کلسیم و منیزیمش زیاد باشه، مثل آب دریا، بهش چی میگفتیم؟ گفتیم آب سخت. پس همینجا تعریف آب سخت چیه؟ آبی که توش کاتیون های کلسیم و منیزیم زیادن. خب این آب سخت چه مشکلی ایجاد میکنه؟ صابون، یعنی پاک کننده صابونی، با این کاتیون های کلسیم و منیزیم واکنش میدن. کدوم بخشش واکنش میده؟ اون آنیونه واکنش میده، باش رسوب میده، دیگه نمیتونه کار پاک کنندگیش رو انجام بده. به همین علت و همچنین چون جمعیت جهان زیاد شده بود و دیگه چرمی برای تولید صابون طبیعی در دست نبود، رفتن به سمت مواد پتروشیمیایی و صابون‌های، یعنی پاک کننده غیر صابونی رو تولید کردن. پاک کننده غیر صابونی چیه؟ این شکلی فرمت کلیش بچه‌ها. اینا پاک کننده های غیر صابونی ان، یه حلقه چی دارن؟ بنزنی دارن و گروه عاملیشون هم فرق میکنه، SO3 منفیه. حالا داستان کاتیون مثل همون صابونه، داستان کاتیون فرقی نمیکنه. کاتیونش حالا یا Na مثبت بود که میشه جامد، اگر پتاسیم یا آمونیوم بود بازم مایع، فقط فاز رو تعیین میکنه. پاک کنندگی با همین قسمت، با همین قسمت انجام میشه. حواست باشه پاک کنندگی این غیر صابونی ها به طور کل در هر شرایطی از صابونی بیشتره. پس تو هر شرایطی غیر صابونی قوی تر از صابونی، اینو یاد باشه. خب تفاوتاشون چیه؟ شباهتاشون چیه؟ شباهتاشون جفتشون کاتیون آنیون دارن، جفتشون آنیون نقش پاک کنندگی داره. تو شباهتشون کاتیونش فقط فاز رو تعیین میکنه، جفتشون آنیونش سر قطبی ناقطبی داره. تفاوتاشون چیه؟ تفاوتاشون اینه که این پاک کننده های غیر صابونی حلقه بنزنی داره، گروه عاملیش سولفونات، اون گروه عاملیش کربوکسیلات بود. اینا با آب سخت، با کاتیون منیزیم و کلسیم توی آب سخت واکنش نمیدن، پاک کنندگیش کم نمیشه، اون پاک کنندگیش کاهش پیدا میکرد. خب اساس عمل کرده این پاک کننده های صابونی و غیر صابونی برهم کنش بین ذرات بود. بچه ها برهم کنش از نیروهای فیزیکی میاد، برهم کنش از نیروهای فیزیکی میاد، یعنی باش واکنش نمیده. خب اما یه سری پاک کننده داریم علاوه بر اینها، بهش میگن پاک کننده های خورنده. مثل چی؟ مثل هاشتیل هیدروکلوریک اسید، که بهش چی میگن تو مغازه بخوای بری بخوای بهش میگن جوهر نمک. یا چی؟ سود سوزاور، سدیم هیدروکسید. یا سفید کننده ها، سفید کننده مثل چی؟ تو خونه شون وایتکس. اوکی، اینا پاک کننده های خورندن. اینا علاوه بر این که برهم کنش دارن، با موادی که حالا با اون آلاینده هایی که میخوایم پاکشون بکنیم، با اینا واکنش هم میدن. خب بیا بریم سوال بررسی بکنیم. حالا سوالی که در مورد پاک کننده ها مطرح شده توی شهریور همین امسال، سوالات شهریوره. خب یه جدول بهت داده، یه سری پاک کننده بهت داده، بعد پرسیده که کدام پاک کننده ها صابون مایع ان. گفتم اونی مایع، صابون مایع که کاتیونش پتاسیم یا آمونیوم باشه. خب کدوم یکی؟ یه چیزی هم بگم بچه‌ها، وقتی سوال رو میگه کدوم یکی، تو فقط کدومو بگو، دیگه توضیح نده. توضیح بدی نمره اضافه تر بهت نمیدن، چون اینا الگوی تصحیحش مشخصه. گفته آه کدوم پاک کننده، تو جوابو فقط بنویس. خب کدوم یکی مایع؟ اینا این پتاسیم داره مایع دیگه، کدوم کسی مایع؟ نه این سدیم، اینم سدیم، اونم که اصلا صابون نیست. خب پس کدوم یکی مایع؟ بی، تمام، همینقدر بنویس بسته. اوکی، توضیح اضافه تر نده. کدام پاک کننده ها افزون بر برهم کنش میان ذره ها، با آلاینده ها واکنش هم میدن؟ این جمله‌ای که گفتم علاوه بر این که برهم کنش داشته باشه، واکنش هم داشته باشه، کی بود؟ آها، پاک کننده چی؟ خورنده. NaOH کدوم یکی؟ مورد A. خب چی گفته؟ گفته چرا؟ چون سود
میره با آلاینده واکنش شیمیایی میده، فقط جاذبه فیزیکی برقرار نمیکنه. حل آفرین. خب تعیین کنید کدام پاک کننده سی یا دی در آب خاصیت پاک کنندگی خوش رو حفظ میکنه. اوکی، تو آب چی؟ تو آب سخت. توی آب سخت میگه کدوم یکیشون قدرت پاک کنندگیش رو حفظ میکنه؟ الان صحبت کردیم کدوم بود؟ پاک کننده های غیر صابونی. غیر صابونی چی رو تشخیص بدم؟ آها، حلقه بنزن داره، SO3 داره. آه، این SO3 داره، این غیر صابونیه. پس چی؟ C. چرا؟ چون می نویسی چون با کاتیون های کلسیوم و منیزیوم موجود توی آب سخت واکنش نمیده. اوکی؟ آفرین. میگه تعیین کنید بخش این 312825364 توی پاک کننده سی آب دوست یا آب گریزه؟ آب گریزه. چرا آب گریزه؟ چون ناقطبیه. اوکی، چی می نویسی؟ اون چراها مهم منا. ببین اگر این نیم نمره داره 25 صدم، این داره این چراهای خودش 25 صدم. چرا؟ چون ناقطبیه. بریم سوال بعدی. من اینا رو سیوم میکنم بعد براتون میفرستم، این میذارم تو سایت بردارید. بحث پی اچ، میگه پی اچ توی نمونه از محلول خاکی زمینی که 6. بریم یه توضیحی راجع به بحث اسید ها و پی اچ و اینا داشته باشیم، برمیگردیم به سوال. خب ما میگفتیم پی اچ یه عددیه بین چند بچه ها؟ بین 0 تا 14. اگه 7 بود خونسای، بین 0 تا 7 بود اسیدی بود، و بیشتر از 7 بود تا 14 بود میشه چی؟ میشه باز. خب هر چقدر پی اچ چی بود؟ پی اچ بود منفی لگاریتم غلظت H3O مثبت. پس هر چقدر تو غلظت H مثبتت بیشتر باشه، پی اچت کمتره. هر چقدر محیط اسیدی تر باشه، پی اچت کمتره. آفرین. خب برعکس اینم میتونستیم بگیم، اگر جایی غلظت H3O مثبت رو نیاز داشتیم میتونستیم برعکسش رو بگیم، غلظت H3O مثبت برابر است با چی؟ 10 به نمای منفی پی اچ. این رابطه هم یادمون باشه. بریم سراغ سوال. گفته که پی اچ توی نمونه محلول از زمینه کشاورزی 6. پس یعنی پی اچ رو به من داده، گفته آقا پی اچ چقدره؟ 6. خب تعیین کنید برای کاهش میزان اسیدی بودن این خاک بهتر از محلول کدوم ماده بهش اضافه بشه. آها، به 2 تا ماده داده، یکیش اکسید فلز، یکی اکسید نافلز. دوباره یادآوری، اکسید فلزات خاصیت چی داشت؟ خاصیت بازی داشت، توی آب خاصیت بازی ایجاد میکرد. اکسید نافلزات توی آب خاصیت چی ایجاد میکرد؟ اسیدی ایجاد میکرد. اوکی؟ خب پس الان بلدی؟ برگردم اینجا، میگه که کدوم یکی بهتره؟ کلسیوم اکسید یا همون آهک بهتره. دلیل بنویسید. چون دلیل چی می‌نویسید؟ چون اینها توی آب خاصیت بازی ایجاد میکنن. خاصیت بازی ایجاد میکنن چی؟ میزان اسیدی بودن خاک رو کاهش میدن. حل آفرین. میگه غلظت یونهای هیدرونیوم هیدروکسید رو محاسبه کنید. آها بچا، شما یه سوال مشابه این خواهید داشت. اصلا امکان نداره امتحان نهایی باشه از این فرمول استفاده نشه و سوال نیاد. یعنی امکان نداره، نبوده، امتحان نهایی باشه و این سوال نه. اینو یاد بگیر. پس یه سوال قطعا همینه. اینو نگاه. خب اول بسم الله بهت گفته چند؟ پی اچ چیه؟ 6. پی اچ 6
رابطه گفتم همونجا بهت، غلظت هاش مثبت یا همون هاش سوی مثبت برابر است با 10 به نمای منفی پی اچ. پس غلظت هاش مثبت هست چقدر؟ 10 به نمای منفی 6 مولار. اگر این هاش مثبت 10 به نمای 6ه، غلظت او هاش منفی چقدره؟ 10 به نمای منفی 14 بر روی غلظت هاش مثبت که هاش مثبتش رو جاگذاری میکنم، 10 به توان منفی 6. اوکی، جواب چند به دست میاد؟ 10 به توان منفی 8 مولار غلظت چی؟ اوهاش منفی. اینم قسمت ب. خب تا اینجا اگه نیاز داری بنویسی بنویس، من یه لحظه صبر میکنم. خب بریم سراغ سوال بعدی. نوشتن معادله یونش، اینم خودش یه سواله. احتمال اینکه چنین سوالاتی مطرح بشه زیاده بچه‌ها. من یه توضیحی راجع به این بدم. شما معادله یونش وقتی می‌خوای بنویسی برای اسیدها، شما فقط اسید تک ظرفیتی به سوال میدن. اوکی؟ تو نظام جای چیز دیگه نخونی، فقط اسید تک ظرفیتی می‌خونی. اسید تک ظرفیتی با هر فرمتی بود، تو اصلا بگو هاش کوفت، هاش زد، هاش زد هیدروزهر ماروئیک اسید. اوکی، این هیدروزهر ماروئیک اسید این چه تعادلی باشه چه یک طرفه باشه، بالاخره تبدیل میشه به هاش مثبت و چی؟ این زهر مار منفی. حالا گفته هاش کو. اوکی، خب این چیه فرمیک اسید؟ این اولا یه اسید ضعیفه. قوی و ضعیف بودن اسیدا رو بلد باشیم. 5 تا اسید قوی داشتیم تو کتاب درسی. هر چیزی به جز اون 5 تا اسید ضعیف رو بهت میگم بنویسی اونا رو. این تبدیل بشی میشه هیدروژن اسیدیش رو از دست میده، پس میشه هاش سی او او منفی. هیدروژن اسیدی کدومه؟ این هیدروژنیه که به چی وصله؟ به اکسیژن وصله. اینه، این هیدروژن اسیدیه، این هیدروژن اسیدیه. اوکی، خب دیگه چی؟ با هاش مثبت. خب این زهر مار منفیش، اینم هاش مثبتش. این معادله رو نوشتی، نمرش هم گرفتی. حالت فیزیکی ها هم بذارین، ای کیو دیگه، شما تو حالت محلول داری اینا رو بررسی میکنی. درصد یونشش رو میگه حساب کن. درصد یونش چی بود؟ اون مقدار. ببین تو یه مقداری اسید اول ریختی توش حل شده دیگه. من اینو توضیح بدم دوباره. تو این هیدروزهر ماروئیک اسیدی که گفتیم، این فرض کن اسید ضعیف شده، هاش مثبت با چی؟ زهر مار منفی. این اول یه غلظتی داشته، اون مقدار اسیدی که حل کردیم. خب تو لحظه چی؟ شروع به بسم الله واکنش، تی مساوی با صفر. چقدر غلظت هاش مثبت و زهر مار منفی؟ صفر دی، تازه شروع کردی، هنوز وقت نکردی یونش پیدا بکنه. که بعد از یه مدتی به اندازه x مولار یونش پیدا میکنه، x مولش میره یونیده میشه. خب این چقدر متناسب با ضرایب دیگه؟ اینا همه ضرایبشون که یکه. پس اینم x تا تولید میشه، اینم x تا تولید میشه. حالا غلظت های تعادلیشون چقدر میشه؟ چقدر باقی میمونه از اینو؟ از این mmn های x، این x، اینم x. پس این چی شد؟ یونش یافته. این غلظت های پایین شدن چی؟ تعادلی. اینا شدن چی؟ اولیه یا حل شده. در مورد اینها باید بگم که آلفا درجه یونش برابر است با مقدار یونیده شده. اوکی، غلظت مولار یونیده شده به غلظت مولار چی؟ اولیه یا حل شده، یعنی x به m. اوکی، تو می نویسی فارسی اینجا یونیده شده به چی؟ حل شده. خب حالا آلفاش چقدره؟ میریم اون ور حساب میکنیم. حالا
دیگه چی میتونست بپرسه، دیگه چی میتونه سوال بده، میتونه کا ازت بخواد، میتونه بگه آقا برو کار رو حساب کن. کا چی میشه تو این رابطه؟ کا تعادل که بهش میگفتیم چی، ثابت یونش. این ثابت یونش طبق این رابطه میشه چی؟ هاش مثبت در زهر مار منفی بر روی هاش زد. حالا هاش زد روی اینها کدوم یکیشونه؟ کای آ رو میتونی بنویسی. ببین غلظت هاش مثبت چقدره؟ x تو تعادل دیگه. اوکی این کای آ مال تعادله، ثابت یونش x. زهر مار منفی چند x؟ به جای این دو تا بذارم x، x میشه چی؟ x به توان 2. خب هاش زد کدوم غلظتشو بذارم؟ امشو بذارم، ایکسشو بذارم، ام منها ایکسشو بذارم، کدومو بدم؟ امشو بدم، ایکسشو بدم، ام منها ایکسشو بدم. ام منها ایکس تعادلیه دیگه، تو تعادلیشو باید بذاری ام منها ایکس. اوکی اگر کای آ اگر خواستن ازت. این توضیح کلیش بود. آه گفتم اسیدارم برات بنویسم، اینا رو هم بگم. این اسیدارم بلد باش، حداقل قویا رو بلد باش، حالا ضعیفارم به ترتیب بلد نبودی قوی ها رو بلد باش. هاش آی، هاش بی آر، هاش سی ال. ببین این تیکش برعکس هالوژن هاست. تو میگفتی فلور کلور بروم بیاد، ایود بیا بی آر بعد بیا سی ال. خب بعدش هاش دو اس او چهار، بعدش هاش ان او سه. اینا چی هن؟ قوی. هر چیزی به جز اینها چیه؟ ضعیفه. پنج تا دونه قوی داری. آقا اصلش هفت است. باشه. اون دوتا رو کتاب نگفته، اهمیتی نداره. نه برای کنکور، نه برای امتحان نهایی. اینا رو بلد باش قویان. به جز اینا هر چی بهت گفتن ضعیفه. اینایی که قویان یعنی چی؟ اسید قوی. آقا فرض کن هاش آ اسید قویه. اسید قوی و ضعیف رو یه بررسی با هم بکنیم. این اسید قویه. غلظت اسید قوی برابر است با غلظت هاش مثبتش برابر است با غلظت این آی منفی. آلفاش هم چند؟ آلفاش یکه، چون کامل یونش پیدا میکنه. کاش چقدره؟ کاش بی نهایته، چون مخرجش میشه صفر دیگه. وقتی کامل یونش پیدا کرده ام من ایکسش میشه صفر، هیچی باقی نمونده. باقی مونده نداره که، مولکولی نداره که هیچی. اگر ضعیف بود چی که اونور گفتم؟ حالا ضعیف بود آلفاش بین 0 و 1، کاشم تو واقعیت یه عدد کوچیکیه. تو واقعیت، تو عالم واقع، اسید فرضی نمیگم، تخیلی دارم صحبت نمیکنم، تو عالم واقعیت برای یه اسید واقعی کا یا بی‌نهایته یا اینکه خیلی کوچیکه، نزدیک منفی بینه اونقدر کوچیکه، یا خیلی کوچیکه یا خیلی بزرگ، حد وسط نداریم. خب اینم بنویسم تو عالم واقعیت خیلی کوچیک. برای چی بود اینا؟ برای اسیدهای ضعیف. اینا مال ضعیفا بود، قرمز مال ضعیفا بود. خب برگردیم به سوال. میگه آره درصد یونش اینو حساب کن. اوکی درصد یونش اینو حساب کن. آقا درصد یونش این سوال ها، درصد یونش سوال ها. ببین حالا فردا اومدی بیرون شنبه از امتحان اومدی بیرون میبینمت. اینا این سواله، درصد یونش سوال میاد. حالا چی گفته بود؟ گفته بود یونش قبلی ما صحبت کردیم، این درصدش رو خواسته. فرقی میکنه مگه؟ ضرب در صد میکنیم. به من یه سری دیتا داده. آقا تو محلول 0.6 مولار فرمیک اسید، 0.6 مولار، 0.6 مولار غلظت اولیه از غلظت اولیه چی بود؟ ام. پس تویی که بلدی بالا سرش یه ام بنویسی، این امه. غلظت یون هیدرونیوم بهت داده، اینم چی؟ ایکس بود دیگه. غلظت یون هیدرونیوم رو گفتیم ایکس، ما ایکس اسمشو گذاشتیم، دلمون میخواد، عشقمون میکشه. خب حالا آلفاش چی میشه؟ آلفاش میشد یونیده شده. فارسی بنویس. اوکی حالا بر خودت بنویس. یونیده شده رو من اسمش گذاشتم ایکس. اینو برای کی یاد بمونه؟ برای این فرمول یاد بمونه. ایکس ام دارم میگم. خب این یکی چی؟ حل شده. حل شده چیه؟ ام. خب حالا مقدارش رو جاگذاری کن، این چقدر؟ 1.8
1.83 ضرب در چی؟ 10 به توان منفی 2. بعد چیه این؟ 0.6، اینم 0.6. چون درصد خواسته، چون درصد خواسته ضرب درصد هم میذارم. آه ضرب درصد که درصدش به دست بیاد. خب این چقدر میشه جوابش؟ این در توان منفی 2 با 100 پر 1.83 به 0.6. اعشار اینم با اعشار اون میزنم میشه 18.3 به چی؟ به 6. چند درصد؟ 3 و خورده ای دیگه. 18ش که میشه 3، 3/6 هم که میشه نیم، 3.5%. اوکی؟ آفرین. خب این از این اومده استوکیومتری سوال داده دهم. اصلا هیچ جای دوازدهم نیست. این سوالی که داده هیچ جای دوازدهم نیست. تو کجا خوندی دهم خوندی؟ چی گفته؟ برای تولید 168 میلی لیتر گاز کربن معادله واکنش بد میده. من ندادم، ننوشتم. تو داری میبینی تو اون نمونه سوال این معادله واکنش داره. سوال چند میشه؟ کنم سوال آخره. این سوال دقیقا بیا سوال آخر، سوال 15 است. توی اون نمونه سوالا سوال آخره. خب چی گفته؟ برای تولید 168 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید توی شرایط استیبی چند میلی لیتر محلول هیدروکلوریک اسید 500 مولار باید با مقدار کافی از سدیم هیدروکربن واکنش داد؟ اوه کی میره اینم را رو چی و چی واکنش دهند؟ هیدروکلوریک اسید علکی ظاهرش سخته، با چی واکنش بده؟ سدیم هیدروژن کربنات، این HCl، این سدیم هیدروژن کربنات. فراورده‌اش هم خوبه داده دیگه، تو فراورده‌اش رو داری. یه NaCl تولید میکنه، بعد H2CO3 هم چون ناپایداره H2O و CO2 تولید میکنه. تو همیشه تو سوال استوکیومتری با اون مقدار دیت هایی که داری شروع میکنی، باید هم خطی بنویسی. اینجا امتحان نهایی باید خطی بنویسی. آه خطی چه شکلی بهت بدگم؟ کاری نداره که چی داری حالا؟ تو با داشتت باید بیه صحبت بکنی دیگه. آها میگه چی؟ برای تولید 168 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید، این 168 میلی لیتر این گاز کربن دی اکسید توی شرایط چی STP. خب چند میلی لیتر از این میلی لیتر میخواد؟ چند میلی لیتر محلول چی از این HCl 500 مولار؟ غلظت HCl هم بهت داده چقدر؟ 500 مولار. نکتهش اینجاست، هیچ ربطی به هاش مثبت نداره. اصلا اسید ضعیف میداد، اسید قوی میداد، هیچ کاری به این کاراش نداری. این استوکیومتریه، چی داری همون داره واکنش میده. خب چی بنویسم؟ چی دارم؟ 168 رو از اون دارم. میگه با چقدر از این واکنش میده؟ موازنه باید بکنی واکنش رو. تو دهم خوندی، تو با ضرایب موازنه داری نسبت برقرار میکنی تو استوکیومتری. خب بیا بریم موازنش بکنیم. با چی شروع بکنم موازنه رو؟ بیا با این شروع بکنم. بیا بدم ضریب 1 Na یه دونه، این ورم Na یه دونه، Cl اون ور یه دونه، Cl این ورم یه دونه. خب هیدروژن یه دونه، اینجا یه دونه، اینجا دو تا، این ورم هیدروژن دو تا، اینم ضریب 1. کربن اینجا یه دونه، اون ورم کربن یه دونه، اینم ضریب. همه ضرایبتم شد 1. راحتی اصلا این سوال. خب این 168 میلی لیتر، بیا علامت سوال میلی لیتر HCl. خب دیتا چی دادم؟ چی؟ 168 میلی لیتر چی؟ CO2. خب هر 1 میلی لیتر چند لیتره؟ من اینو بردارم بیارم این ورتر که جا بشه. من اینو بردارم بیارمش این ورتر که جا بشه. اینو از اینجا بردارم بیارمش اینجا، اینم بردارم بیارمش اینور. خب خیلی بزرگ نوشتم، اینم جا میگیره اینجا. هر یه میلی لیتر
ده به توان منفی 3 تا چیه؟ لیتر. خب تبدیلش کردم به لیتر. شرایط چیه؟ استیپیه. ببین تو هر چیزی که اینجا داری راحتت کنم زنجیر نشون جوری، هر چیزی که اینجا داری ور میلی لیتر داری، این ور دست راست پایین باید میلی لیتر باشه. اوکی، الان اینجا لیتر نیست، دست راست پایین باید لیتر باشه. خب این میلی لیتر CO2 انقدر CO2ه. اوکی، حالا یک، اینجا شرایط استیپیه، یک مول CO2 چقدر لیتره؟ 22.4 لیتره. معادله واکنش، هر چند مول CO2 چقدر HCl نیاز داره؟ هر یک مول CO2 یک مول HCl نیاز داره. خب این غلظت مولاره چی داره میگه؟ غلظت مولاره به فارسی معنیش کنیم، غلظت مولار رو به داده 0.05 چی مولار، 0.05 مولار یعنی 0.05 مول بر لیتر، یعنی تو هر لیترش 0.05 مول HCl وجود داره. تو چی میخوای؟ میلی لیتر اینو میخوای؟ آها، پس اینو بنویس، هر 0.05 مول HCl خودش یک لیتره. اوکی، این تر هم من پاک کنم جواب آخره بنویسیم. حالا هر یه لیتر هم خودش 1000 میلی لیتره. جواب نهایی تموم شد. بیا حساب بکنم، این 10^-3 با این 10^-3 اینو با هم رفتم. تو چی داری سر آخر؟ یه 168 اینجا داری دیگه، تو صورت هیچی نداری، یه 168 توی مخرج هم یه 22.4 داری، یه 0.05. اوکی، یه 22.4 داری، یه 0.05. حساب بکنم، این صفرای اینو بیارمش بالا، این 168، این 100، این 5، اینم 22.4. خب محاسبه آخرش، تو هر چیزی رو خواستی تقسیم بر چند بکنی؟ تقسیم بر 5 بکنی. به جای اینکه تقسیم بر 5ش بکنی، ضرب در 2/10ش کن. یعنی من اینو ضرب در 2/10ش بکنم. حالا تو یه چیزی هم بهت بگم، ماشین حساب داری، خوش به حالته، ماشین حساب داری اونجا، از این ماشین ببری با خودتا، ماشین حساب جا نذاری یا ماشین حساب بدون برنامه ریزی از این کوچولوها که 4 عمل اصلی ضرب و تقسیم بتونی باشه انجام بدی، اینو ببر با خودت. اوکی؟ خب اینو ضرب در 2/10 بکنم، به جای این ضرب در 2/10 یه رقم 8ش با این میره، یه 2 هم اضافه میشه، میشه 168 ضرب در 2 ضرب در 10 بر روی چند؟ 22.4. اینم بیا سادهش بکنیم، من اینو به 2 بزنم، این با این رفت، این چقدر؟ 11.2. دوباره سادهش بکنم، این میشه چقدر؟ 5.6. این 168 میشه چقدر؟ این 34 با 50 میشه 84. خب حالا 84 رنگ دیگه بردارم، این 84 دوباره با 56 ساده بشه، هر کدوم به 2، این میشه 2.8، این میشه چقدر؟ 42. آها، حالا 42 به چی ساده میشه؟ به 7، میشه 6، اینم به 7 ساده میشه، میشه 14، میشه 60. 4 میشه چقدر؟ 15. اوکی، 15 چی؟ میلی لیتر. حل آفرین، این استوکیومتریش بود. تو فقط حواست باشه هر چیزی که اینجا داشتی، هر چیزی که اینجا داشتی مول CO2 نیست، دست راست پایینت باید مول CO2 باشه، اگر نبود بدون داری اشتباه میکنی. خب این از اینو بنویس بریم بعدی. حالا ننوشتی هم باز دارم میگم، آه پی دی اف سیف، بعد بهت میدم پی دی افشم. بریم سوال بعدی. رسیدیم فصل 2. خب این تا اینجا فصل 1 اینا سوال اومد. اوکی،
بریم سراغ فصل دو، عدد اکسایش. خب برای محاسبه عدد اکسایش بیا بریم یه تیکه درس بدم، اینم قطعا سواله. یه چند تا نکته یه خیلی ریز بهت میگم، حل عدد اکسایش هم حل بکنی، نمره اینم بگیری، چی از دست ندی. ببین یکیو، برای محاسبه عدد اکسایش دو تا روش وجود داره. روش چه روشی؟ ببین یکی از رو ساختار میشه حسابش کرد، یکی هم از روی فرمول. حالا اینجا تو سوال فقط فرمول خواسته، شاید نه ساختارم خواسته، هم ساختار بود هم فرمول، جفتشو باید یاد بگیری. بیارم باید یاد میدم سری. توی ساختار که کار خیلی راحته، چطور؟ همینو بلد باش تمومه. فون سی ال، اوکی اینم سی هاش، تهش اینم بلد باش. آ فون سی ال چیه؟ مرداد فون سی ال میدونی چیه؟ فون سی ال این فلور قوی تر از اکسیژن، اکسیژن قوی تر از نیتروژن، نیتروژن قوی تر از کلور، کلور هم قوی تر از کربن، کربن هم قوی تر از هیدروژن. اوکی فون، حالا سی الش هم یه چیزی دیگه، چی بذاری؟ سی الش هم یه چیزی. خب پس اینو بلد باش، اوکیه. یه ساختار بکشم برات. اینایی که علامت میزنم و میریم حساب میکنیم. این نیتروژن رو عدد اکسایش رو به دست میاریم، این کربونه رو به دست میاریم، این کربونه رو به دست میاریم، این کربونه رو به دست میاریم. خوب دقت کن، خوب دقت کن، عدد اکسایش اینجوری حساب میشه. ببین تعداد الکترون های ظرفیتی یعنی چی؟ رقم یکان شماره گروه. آقا من گروه ها رو حفظ نیستم، رقم یکان شماره گروه از کجا بیارم؟ ته دفترچه. ببین آه این برگ سوالا، این ته چی داری؟ جدول تناوبی. این این بالا برات هم اینا چی؟ شماره گروه هاشه. هر رقم یکان شماره گروهش رو ته دفترچه به داده، عنصر رو پیدا کن، این از این رقم یکان شماره گروهش رو بنویس دیگه. گروه یک تا 18 یه عددی داره. منهای اینی که الان یاد میگیری، الکترون های نسبت داده شده، اینش مهمه. خیلی هم راحته، همینی که این بالا نوشتم با اینا نسبت میدیم بهش. الان بیا این کربونه رو حل کنیم. کربن عقبتر از اکسیژن دیگه، پس اینجا تو این الکترون هایی که داریم همه رو کی برمیداره؟ اون ترتیب مال چیه؟ زور، کی زورش بیشتره؟ هر کی زورش بیشتر باشه الکترون رو میکشه سمت خودش. خداوند مرداد یکی در دنیا هزار در آخرت بهت عوض بده بابت این شایی. خب اینورم اکسیژن میکشه سمت خودش. یه چیزی بگم از بیخ، این خطایی که کشیدیم چیه میدونید؟ شاید یکی باشه ندونه این خطا چیه؟ پیوند کووالانسیه. تو این پیوند کووالانسی تو هر کدوم از این خطا دو تا الکترون وجود داره، یکی این سرش یکی اون سرش. حالا پیوند یا یگانه است یا دوگانه است یا سگانه، کاری نداریم. الان اینجا 4 تا الکترون توشه دیگه. ببین تو هر خط چیه؟ دو تا الکترون توشه. اینجا الکترون رو اکسیژن برداشت برد، اینجا هم اکسیژن برداشت برد. خب اینجا الان این که خودش کربونه، یه کربن هم اینجاست. کربن با کربن تناب کشی بکنن کی میبره؟ هیچکی. پس چی میشه اینجا؟ نصف میکنن با هم دیگه، یه الکترون بهش رسید. پس برای این کربن رقم یکان شماره گروهش میشه 4. منهای تعداد الکترونایی که بهش نسبت دادیم یه دونه، پس عدد اکسایشش شد چند؟ 3. بریم بعدی. این یکی رو ببین، این کربن اینجا، این خیلی بلاست، خیلی بلاست. بلاهی بلا کربن مردم، بلاهی بلا بوی گل گندم. ببین این دوتا هیدروژن هم داشت، بر همینش میگم بلاست. باید حواست باشه این کربنه 4 تا پیوند باید داشته باشه، حالا دوگانه سگانه یگانه فرق نمیکنه، باید 4 تا پیوند داشته باشه. این دوتا داشت، چرا هیدروژن ها رو نکشیده بود؟ اصلا ما
توی نقطه خط هیدروژن ها رو نمیکشیم که رو کربن ها نمیذاریم. تو خودت باید بدونی وقتی دوتا پیوند داره دوتا کمه دوتا دیگه چی هن؟ هیدروژن هن. خب الان این کربنه اینجا که با کربن تو پیونده با هم نصف میکنن، این ورم که با کربن تو پیونده با هم نصف میکنن یه دونه بهش میرسه. اینجا با این هیدروژن ها جفتش مالش یه کربنه. ببین کربن از هیدروژن قوی تره، اینجا هم چی؟ کربن از هیدروژن قوی تره. خب یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا بشمارم. ببین تو هر پیوند دو تا الکترون هست، این چهار تا، یکی هم اینجا نصف، یکی هم اینجا نصف، دیگه شش تا بهش رسید. چهار منهای شش عدد اکسایش این کربن شد منفی دو. اوکی آفرین. این یکی کربن رو ببین، آها اینم بلاست دوباره. بلا هی بلا کربن مردم، آره بلا هی بلا عدد اکسایش مردم. این چیه؟ این کربونه سه تا پیوند داشت، یه دونه دیگه خودم کشیدم براش، هیدروژن کشیدم براش، چرا باید چهار تا داشته باشه؟ اینجا دوباره این ور با هم نصف میکنه، اینجا با هم نصف میکنه، اینجا همه رو کربن برمیداره، اینجا هیچی بهش نمیرسه، همه رو نیتروژن برمیداره. خب یکی اینجا بهش میرسه، یکی اینجا، دو تا هم اینجا، چهار تا، چهار منهای چهار صفر، عدد اکسایشش صفر. برای نافلزا کمترین عدد اکسایش هشت منهای رقم یکان شماره گروهش، رقم یکان شماره گروهش بگم منهای هشت، اوکی؟ رقم یکان شماره گروهش منهای هشت میشه کمترین عدد اکسایشش ممکن براش، خود رقم یکان گروهش هم میشه بالاترین عدد اکسایشش. برای فلزات کمترین عدد اکسایش صفره، بالاترین میشه چی؟ رقم یکان شماره گروهش. خب پس عدد اکسایش یاد گرفتی به روش چی چی؟ ساختاری. اگر جفت ناپیوندی داشتی بیا بریم غول مرحله آخر. حاج آقا نیتروژن اینجا وایستاده، ببینش این نیتروژنه یه پیوند داره، این خیلی دیگه بلاستی، اصلا کار آهنگ و ماهنگ و اینجور چیزا هم نیست، این خیلی بلاست. یه پیوند داره نیتروژن این شکلی بود دیگه، دهم خوندی، یه جفت ناپیوندی داشته تا حالا من تک الکترون بگیرم، حالا آمونیا کشیدم بذار اینا تک الکترون بذارم، ببین داستان از این قراره، سه تا پیوند باید داشته باشه، اوکی این شکلی، یه جفت سه تا هم تک. خب الان یه پیوند اونجا داره، چرا دو تا پیوند دیگه اش نیست؟ اینا هیدروژنن نکشیده، اوکی یه جفت ناپیوندی هم داره اینجا. خب این الان عدد اکسایدش چند میشه؟ اینا که مال نیتروژنه، اینا که مال نیتروژنه، این ورم که نیتروژن برداشت، جفت هر کسی هم مال خودشه، نمیشه که جفتش مال یکی دیگه باشه، جفت هر کسی هم مال خودشه، نداریم چنین چیزی غیر این. خب الان جمعا چند تا بهش رسید؟ 8 تا. رقم یکان شماره گروهش 5، 5 منهای 8 چی؟ منفی 3. تمام، اوکی این ساختاری بود. یه سوالت اینه، یه سوال دیگه هم این یکیه، یا این یکی رو هم ببین، من اینجا جا خالی دارم، آره بیا پایین تر، آها این یه ذره راحت تره این یکی، ولی یکی رو این سوال میدن یکی اون سوال، باید بدبخت بود جفتشو باید بلد بشی، اونم دست من هم نیست شهرمندم. اینم بهت بگم که یه سری ها عدد اکسایششون ثابته، عدد اکسایشی ثابت، آقا خانوم ثابت میدونی یعنی چی؟ ثابت، تغییر نمیکنه. تو همه ترکیبا همین یه عدد اکسایش رو دارن. نقره ZN روی آلومینیوم نقره چنده؟ مثبت 1. ZN چنده؟ مثبت 2. آلومینیوم چنده؟ مثبت 3. فلزات گروه 1 همشون چی هن؟ مثبت 1. فلزات گروه 2 همشون چی هن؟ مثبت 2. این هم عدد اکسایششون تغییر نمیکنه. پس اگر بغل دست یکی دیگه وایسن اینا غلورن، میگن آقا مثلا زده میگه من مثبت 2 هم، تو باید خودتو تغییر بدی، بغل دستیش مجبور خودشو تغییر بده، تقدم دارن بر بقیه. خب اینا چی بودن؟ همیشه همین. یه عده دیگه ای هستن، باز یه چیزی که ثابت هم بگم، عناصر به حالت آزاد هم همیشه صفرن،
اینم داشته باش، عناصر به حالت آزاد همواره صفر. یعنی چی؟ یعنی مثلا چه می‌دونم سیو خالی بار نداشته باشه، سیو خالی عنصر مثل به حالت آزاد صفره. خب یه سری ها اغلبن اغلب ثابت، مثل کی؟ مثل اکسیژن اغلب چنده؟ منفی دو. مثل هیدروژن اغلب چنده؟ مثبت یک. داریم جایی که اکسیژن منفی دو نباشه؟ بله بله که داریم، مثل OF2. فلور همیشه بود دیگه، فلور هم اینجا اضافه بکنم بعد ننوشتم فلور رو، بیا فلور همیشه چیه؟ منفی یک. فلور همیشه منفی یکه. خب این اکسیژن با دو تا فلور یه ترکیب خونساست دیگه، مجموع عدد اکسایش چیه؟ صفره. اینم بگم ترکیبات خونسا مجموع اعداد اکسایششون صفره. یک یون تک اتمی عدد اکسایشش برابر با بار یونه. یعنی چی یون تک اتمی؟ مثلا چه میدونم تو داری سی یو دوباره مثبت، عدد اکسایشش چنده؟ مثبت دو، برابر با بار یونه. داری ان ها 4 مثبت یون چند اتمی، مجموع عدد اکسایشش یعنی نیتروژن به علاوه 4 تا هیدروژن رو هم دیگه میشه مثبت یک. یا اینکه میگم عدد خنثا صفره، CO2 الان خنثاست دیگه این ترکیب، یعنی عدد کربن به علاوه 2 تا اکسیژن رو هم دیگه شدن چی؟ صفر. ترکیب خنثاست، اینم خنثاست دیگه، اکسیژن و 2 تا فلور شدن صفر. الان این فلور چیه؟ همیشه منفی یکه. بذار منفی یک میشه منهای دو، برابر است با صفر. اکسیژن میاد چند؟ مثبت دو. اکسیژن که منفی دو بود، اغلب منفی دو بود، اینجا شده چند؟ مثبت دو. خب پس اینم یاد گرفتی، همین بودین. بریم ادامه، بریم سواله رو باش حل کنیم. به چی داده؟ این ساختاره رو داده، میگه این کربن ستاره دار رو محاسبه کن. خب این کربن ستاره دار میشه زومش کرد این بزرگتر بشه. آره آره خوبه. آها میبینی دیگه اینو. الان کربن و کربن با هم چیکار میکنن؟ نصف میکنن. اینجا دو تا الکترون بهش رسید. هیدروژن که ضعیفتر همش مال کربنه، اینم همش مال کربنه. رقم یکان شماره گروهش میشه 4. منهای چند تا الکترون بهش نسبت دادیم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. عدد اکسایشش شد چند؟ منفی 2. اوکی حل. بریم بعدی. این یکی رو ببین، این یکی عرو فرموله. تو چی میگی؟ میگی Cl به علاوه 4 تا اکسیژن رو هم دیگه میشه منفی 1. آیا کلور جز اونایی بود که همواره عدد اکسایشش ثابت بود؟ نه کلور جزشونه. با فون Cl قاطی نکنی ها، اون یه چیز دیگه بود، این مال اون مال ساختاری بود، این مال اینه، مال عروی ترکیب شیمیایی به دست آوردن. خب Cl که همیشه ثابت نبود. خب پس چی داشتیم؟ اکسیژن رو داشتیم اغلب. چیزی که تقدم داشته باشه نداریم. بعد از اون اکسیژن و هیدروژن رو نوشتم دیگه. خب اکسیژن چیه؟ اغلب منفی دو، اینجا همون اغلب است. پس تو داری Cl به علاوه 4 تا منفی 2 که میشه چند؟ منفی 1. 4 دوتا 8. Cl برابر است با منفی 1 به علاوه 8، جواب چند؟ مثبت 7. این هم شد عدد اکسایش این. حل. یه چیزی هم بگم همینجا، یه صحبتی هم بکنم بچه ها. شب امتحانتون فردا، چه میدونم همین امشب، هر وقتی که سوالی داشتید، مشکلی داشتید، من هستم. میتونید توی واتساپ پیام بدید، میتونید توی پیج اینستاگرام بهم پیام بدید. شب امتحانتم تا صبح بیدارم هستم. اوکی؟ شب امتحانتم من تا صبح بیدارم هستم. هر ساعتی سوالی داشتی بیا ازم بپرس، با هم رفع اشکال خواهیم کرد. اگر جایی مشکلی چیزی داشتی، چون شبا درس خوندن که اصلا یه حس دیگه ای داره. اصلا تو شبا که درس میخونی احساس میکنی به طراح نزدیکتری، یک نزدیکی خاصی با طراح سوالات در خودت احساس میکنی و بعد کم کم با نزدیکان طراح احساس نزدیکی خاصی میکنی، با اعضای خانوادهش احساس نزدیکی خاصی میکنی، همینطور احساس نزدیکی خاصی میکنی باشون و یک ندای قلبی و درونی تو رو به طراح نزدیک میکنه. آره مرزاد؟ تو
تو هم فوش میدادی به طرح؟ نه تو فوش نمیدادی. این بچه خوبیه فوش نمیداد. خب بریم ادامه. خلاصه شب امتحانت میتونی رو من حساب بکنی، من هستم. اوکی؟ ساعت 6 دیگه 6 شروع شد. خب بریم ادامه. با توجه به جدول زیر میگه جواب بدید. آها اینم من می نویسم امضا می کنم. آه ببین یه سوال همین مدلی داری، این امضای منم پاش هست. خوبه؟ یه سوال همین مدلی داری، شیش دنگ حواس اینجا. خیلی هم آسونه، خیلی هم آسونه. بعد یه جدول داده، تو تنها کاری که می کنی اینی که اول جدول رو مرتب می کنی. یعنی چی مرتبش می کنی؟ بذارید بگم. ببین عدد که دیگه هممون بلدیم دیگه، عدد که شیمی نیست، این عدده. از چی؟ مثبت به منفی بیا اینا رو مرتب کن. مثبت به منفی، آره. الان اینجا مثبت ترینش کدوم؟ بزرگترین عدد کدومه؟ مثبت 34 صدم باشه. پس بزرگترین عدد اینه، 32 دوباره مثبت میدهد 32 چقدره؟ 34 صدم. بعدش یه صفر هیدروژنه، دو تا هاش مثبت داره میشه هاش دو، این صفره. بعدش دیگه کدوم کوچیکتری؟ کدومه؟ منفی 1.18 منگنز دوباره مثبت رو داری. اوکی که داره میشه منگنز منفی 1.18 است. و از همه کوچیکتر آل سه بار مثبت رو داری که داره میشه چی؟ میشه آل منفی 1.66. آها تمومه، تو تا اینجا رو بیای تمومه. سوال رو حل کردی. کنکورت هم یه سوال اینجوری داری یا؟ اصلا این سوال کنکور هم همین مدلی داری. این دست راست آه هر چقدر پایین تر بودن این دست راستی ها چی هن؟ کاهنده تر. دست چپ بالا، هر چقدر اینا بالاتر بودن چی هن؟ اکسنده تر. چی شد؟ دست راست آه پایین اینا چی هن؟ کاهنده تر. دست چپ چی؟ بالا اینا چی هن؟ اکسنده تر. خب من چرا اینجوری وایستادم الان بد میگم، بد میگم داستان چیه. ببین سوال چی پرسیده، حالا ممکنه همین اکسنده کاهنده بپرسیده. یه چیزی هم بگم، اینایی که نوشتم کاهنده تر اینا فقط کاهندن، اینجا ما اکسنده نداریم. ما چی هن؟ فقط کاهندن. این وریا چی؟ این وریا فقط و فقط اکسندن، اصلا براشون کاهندگی تعریف نمیشه. حواست باشه به این. خب چی گفته؟ گفته کدام گونه قوی ترین کاهنده است؟ چرا؟ اینا آلومینیوم. چرا؟ اینا چیه؟ بر حسب چی مرتب کردم؟ ای صفر. چون کمترین ای صفر رو داره. اونی که کمترین ای صفر رو داره چیه؟ کاهنده ترینه. پس چراشو چی می نویسی؟ چون کمترین ای صفر رو داره. آها آیا محلول هیدروکلوریک اسید رو میشه تو ظرفیت جنس فلز مس نگهداری کرد؟ چرا؟ هیدروکلوریک اسید HCl، همین الان با هم خوندیم. HCl توش چی داره؟ هاش مثبت داره دیگه. اوکی؟ توش چی داره؟ هاش مثبت داره. اینا اگر قرار بشه با هم واکنش بدن، منو نگاه، اگر وضعیت قرارگیریشون توی این جدول، وضعیت چی؟ قرارگیریشون توی این جدول نسبت به هم این حالت رو داشته باشه با هم واکنش میدن. تو اگه قرار باشه یه محلولی توی ظرفی نگهداری که نباید با اون ظرف واکنش بده، واکنش فایده نداره، شروع خیلی نگهداری که نمیشه نگهداری کرد، واکنش میده، خراب میشه. پس اگر قرار باشه نگهداری اون، تو نباید واکنش بدن. الان من بررسی باید بکنم. حالا ممکنه مثلا تو امتحان بپرسن شروع کیا واکنش میدن. پس اینو یادت باشه، مرتب میکنی از عدد بزرگی به عدد کوچیکه. دست چپ بالا، دست راست پایین، میچسبی به صفحه کاغذت ببینی با هم واکنش میدن یا نه. الان سی یو کو بیا مشخص ببین با هم واکنش میدن. سی یو کو این آه این سی یو نگفته کاتیونش ها، فلزت کاتیون اون کاسه یا ظرفی که میخوای توش هیدروکلوریک اسید نگهداری بکنی کاتیون، مگه خود اتم فلز دیگه. پس این سی یو با چی؟ اسید توش چی داره؟ هاش مثبت. آیا اینا با هم واکنش میدن؟ نه با هم واکنش
نمیدن. پس میشه نگهداری کرد؟ بله میتوان نگهداری کرد. چرا؟ چون با هم واکنش نمیدن، چون ای صفر مس بیشتر از ای صفر هیدروژن، بالاتر از اون قرار داد تو سری ای صفر. اوکی؟ بریم ادامه. این سوال چند بود؟ این سوال من ترتیب سوال رو ترتیب فصل ها مرتبشون کردم. این سوال 10 بود بچه ها. این سوال 10 امتحان پارسال بود. چند نمره هم داشت؟ یه نمره داشت. سوال مفت. سوال بعدی میگه دلیل هر یک از عبارت های زیر را بنویسید. خب گفته از حلبی برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده میشد. ببین ما یه چیز داشتیم به نام حفاظت کاتودی. اوکی، توی حفاظت کاتودی با یه لایه از یه فلز دیگه میکشیدیم روی فلز آهن، روکشدارش میکردیم. دو تا چیز شما خوندی، یکی آهن گالوانیزه خوندی. آهن گالوانیزه چی بود؟ آها، آهن رو با روی محافظت میکردن. این ZN، این هم چی؟ FE. اینجا اگر خراشی ایجاد میشد کی خورده میشد؟ ZN خورده میشد. این آنود بود خورده میشد، این کاتود بود محافظت میشد. اوکی؟ بهش میگفتن چی؟ گالوانیزه. خب یکی دیگه هم داشتی، همینی که این پرسیده، حلبی قلعه با آهن، یعنی یه با قلعه یه روکش کشیدن روی چی؟ آهن. اینجا قلعه کاتود، اف ای آنود خورده میشه، قلعه محافظت میشه. حالا میگم چرا. ببین چون تو همون سری ای صفر، همیشه یادت باشه تو اون سری ای صفر که ما اومدیم مرتب کردیم، اونی که پایین تر باشه، دست راست پایین تر باشه، اون چیه؟ آنود خورده میشه تو سلولای گالوانی. حالا اینجا هم زمانی که یه خراشی اتفاق میفته سلول گالوانی به وجود میاد. اگر اینجا خراش به وجود بیاد، ZN چون پایین تر خورده میشه، از آهن محافظت میشه. اینجا ولی خراشی به وجود بیاد توی حلبی، برای همین حلبه میگیم بیارزشه. تو حلبی خراش به وجود بیاد، نه تنها از آهن محافظت نمیشه، بلکه خوردگی آهن رو بیشترم میکنه. خب از گالوانیزه چیا میسازن؟ کانال کولر میسازن، چه میدونم منبع آب میسازن. از حلبی چه استفاده میکنن؟ تو قوطی کنسرو ازش استفاده میکنن، تون ماهی چونم قوطی های کنسرو دیگه اینا از این استفاده میکنن. خب چرا از آهن گالوانیزه که دچار خوردگی نمیشه ما استفاده میکنیم تو قوطی کنسرو؟ علتش اینه. ببین این قلع با مواد غذایی واکنش نمیده. با مواد غذایی واکنش نمیده، روی با مواد غذایی واکنش میدهد. چون با مواد غذایی واکنش میده نمیشه از این استفاده کرد، فاسد میکنه مواد غذایی آهن گالوانیزه. بریم ادامه. خب گفته از حلبی برای ساختن ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده میکنن. چرا از این رو گفتیم چی؟ چون با مواد غذایی واکنش نمیده. گرافیت موجود توی مغز مداد بر روی کاغذ اثر به جا میگذاره. چرا اثر تو ازش به جا میگذاره؟ علتش اینه که اولا گرافیت، حالا میریم توی بحث فصل بعدی بهش اشاره خواهم کرد، گرافیت ساختارش لایه لایه است. اوکی؟ چند تا لایه میان رو همدیگه. چون لایه لایه است و دقت کن بین لایه ها نیروی ضعیف واندروالسی وجود داره، برای همین گرافیت میتونه روی کاغذ اثر به جا بذاره. پس چی مینویسی برای طراح؟ برای کسی که حالا داره برای ترسیم میکنه، براش مینویسی گرافیت لایه لایه است، بین لایه ها نیروی ضعیف واندروالسی وجود داره، برای همین گرافیت مغز مداد میتونه روی کاغذ اثر به جا بذاره. سلول سوختی یه نوعی سلول گالوانیه. خب چرا سلول گالوانی محسوب میشه؟
چون توش داره یه واکنش اکسایش کاهشی انجام میشه که منجر میشه به تولید انرژی الکتریسیته. سلول گالوانی همین بود دیگه، فرقش چی بود با سلول الکترولیتی؟ حالا میریم صحبت میکنیم. سلول گالوانی برق تولید میکرد، باتری بود، اما سلول الکترولیتی خوش بود میزدی به برق، برق مصرف میکرد خودش. بریم ادامه. این سلول گالوانی، من اول سلول گالوانی رو کامل توضیح بدم بعد میایم این سوال رو حل میکنیم. سلول گالوانی، یه لحظه با من بیا برای همیشه اینو خوب یاد بگیر برای ابد و ابد. اولا تشخیصش با سلول چه رنگی بکشمش که خوبه، سلول الکترولیتی چطوری میشه الان میگم. فکر کنی محفظه سلول گالوانیه، یه نشانه اول فرقش با سلول الکترولیتی اینه. این چیه؟ غشا، یه چیزی، پل نمکی، غشایی، چیزی داره این وسط اینا رو از هم جدا بکنه. تو سلول کیکی گالوانی، حالا سلول گالوانی اینور یه تیغه داره، اینور هم یه تیغه داره، اینا رو از طریق حالا لامپ یا چه می‌دونم ولت سنج، یه مصرف کننده میذارم مثلا چه می‌دونم ولت سنج بذاره، اینا رو به هم وصل می‌کنیم. اوکی، خب یکی آنود یکی کاتود. این اگر آنود باشه میشه قطب منفی، توی سلول‌های گالوانی آنود قطب منفیه. حالا توی الکتریتی چیزه برعکسه، توی سلول‌های الکترولیتی این ور چی؟ اگر این کاتود باشه قطب چیه؟ مثبته. خب حالا اگر به ولت سنج وصل باشه، آها ببین تو باید دقت کنی ولت سنج عدد روش مثبته یا منفیه. اگر مثبت بود یعنی ولت سنج درست وصل شده و هیچ مشکلی نداره. اوکی، این سر ولت سنج میشه قطب منفیش، این سرش هم میشه قطب مثبتش. این چیه؟ ولت سنج ها، این باتری نیست ها، با سلول چیز اشتباه نگیرید، با سلول الکترولیتی، این ولت سنجه، ولت سنجش هم سر مثبت و منفی داره. اوکی، خب اگر منفی بود که باید برعکسش بکنی، منفی بود تو میگی آقا ولت سنج بد وصل شده، خودت میکشی ولت سنج رو برعکس میکنی، درست میکنی، عدد مثبت میشه، دوباره همین رو حل میکنی، همینجوری که من دارم میگم. خب این منفی، اون چی؟ کاتود مثبت. اتفاقی که میفته اینه، این دو تا تیغه فلزی هست، مثلا این، مثلا میگم ZN، این مثلا CU. ZN توی سری ایسف پایین تر دوچار خوردگی میشه، میشه آنود. اوکی؟ آنود محل انجام واکنش اکسایشه. واکنش اکسایشش چی میشه؟ اینجا اگر یه اتم ZN باشه، این اتم ZN کنده میشه، میپره داخل محلول، میشه ZN دوباره مثبت. اوکی؟ جاش خالی میمونه، کم کم این تیغه مصرف میشه، این کم کم چی میشه؟ مصرف میشه. این ور سی یو چی؟ داخل محلولش کاتیون های سی یو دوباره مثبت وجود دارن، این که تبدیل میشه به زد ان، دوباره میپره داخل محلول، الکترون هاش از طریق این مدار بیرونی میان اینجا، این کاتیون پا میشه میاد رو سطح تیغه مس، الکترون میگیره میشینه روی سطح این تیغه، پس جرم این کم کم داره زیاد میشه. پس حواست باشه تو سلول گالوانی کاتود داره جرمش زیاد میشه، آنود داره خورده میشه، لاغر میشه جریان. حواست باشه تو مدار بیرونی همیشه از آنود به کاتوده، داخل محلول بین این دو طرف چون باید همیشه خونسا بمونه، کاتیون آنیونا شروع میکنن به حرکت کردن که کل سلول چی؟ خونسا باقی بمونه. چطوری؟ کاتیون میره سمت کاتود، میگیم نخود نخود هر که رود خانه خود، کاتیون میره سمت کاتود، آنیون میره سمت آنود. اصلا اسمشونم از همین جا اومده، آنیون یعنی یونی که به سمت آنود می رود، کاتیون یعنی یونی که به سمت کاتود می رود.
این سلول گالوانی پس جهت حرکت کاتیون آنیون قطب مثبت و منفی و همچنین جهت حرکت الکترون ها اینا توش مهمه، چیزایی که باید بلد باشی. ایسف برای اینا به دست میارن، میگم EMF نیروی الکتروموتوری. EMF چیه بچه ها؟ ایسفر کاتود منهای ایسفر آنود. همیشه هم EMF باید مقدارش مثبت باشه. اگه این بالا ولت سنج بذارم، این ولت سنجه دقیقا داره EMF رو به من نشون میده، اختلاف پتانسیل دوتا فلزه رو داره به من نشون میده. بریم سر سوال. این سوال چی پرسیده؟ ببین ولت سنج عدد مثبتی رو داره نشون میده، پس این ور که به مثبت وصله چیه؟ کاتوده. این ور که به منفی وصله چیه؟ آنوده. تو سوال اولی پرسیده که تو این سلول فلز FE یا M کدوم یکی نقش کاتود داره؟ M. چرا؟ چون به این مثبته. و حالا چرا ازت نخواسته ولی M؟ با انجام واکنش جرم کدام تیغه کاهش میابد؟ آنود داره خورده میشه، جرمش کاهش پیدا میکنه. پس کدوم تیغه؟ تیغه آنود FE. کدام مورد؟ یک یا دو جهتایی که زده جهت حرکت آنیون ها رو نشون میده. گفتم آنیون میره سمت آنود. کی داره میره سمت آنود؟ شمالش فلش شماره دو. کدام ذره FE دو بار مثبت یا M یه بار مثبت اکسنده تره؟ بیا بنویسیم مرتب بکنیم. وقتی این شده آنود یعنی این پایین تره دیگه. وقتی این شده آنود یعنی تو سری این پایین تر بوده. اینا کاهنده تر، این ور چی بود؟ اکسنده تر. خب چی پرسیده؟ کی اکسنده تره؟ ام یه بار مثبت. بعد گفته چی؟ بعدی EMF. اگر پتانسیل استاندارد کاهشی FE باشه اینقدر، پتانسیل کاهشی استاندارد M چقدر؟ EMF رو که من دارم، اینا اینجاست EMF. میبینم بالاتر بنویسم. EMF چی بود بچه ها؟ ای سفره کاتود منهای ای سفره آنود. EMF رو داده بود چقدر؟ 1.24. حالا سفر بردم بالا، این سوال 14 چیزونه. 1.24 1.24 برابر است با ای سفره. چی رو میخوام؟ کاتود رو میخوام، ندارم. منهای ای سفره آنود منفی 44 صدم. خب این میشه مثبت، ببریمش اون طرف. ای سفر کاتود شما که همون فلز امه به دست میاد 1.24 منهای چقدر؟ 44 صدم. جواب چقدر؟ 8 دهم. 8 دهم چی؟ ولت. حله؟ ماشاءالله. ببین فصل 1 و 2 همین سوالا بود، سوالای امتحان شنبه تونم در همین حد. خیلیش که دقیقا من امضا کردم زدم گفتم همین سوال میاد و میاد. ببینیم قسمت بعدی چیزی نمونده. اگه خسته شده یه کوچولو دووم بیار. فصل 3 و 4 چیزی نداره. خب داستان فصل سوم، یه بخشش بحث جهت‌گیری تو میدان الکتریکی. اونایی که قطبی باشن توی میدان الکتریکی جهت‌گیری میکنن، اونایی که ناقطبی باشن جهت‌گیری نمیکنن. الان این چی گفته؟ ببین این پروپان، اصلا پروپان هیدروکربونه، باید بدونی ناقطبیه. حالا نمیدونی؟ ببین رنگ آبی آبی آبی، پس این نشون میده این تقارن بار داره. تقارن بار داره پس چیه؟ ناقطبیه. این یکی آبی قرمز، آبی متفاوت بارهای اطرافش، پس چیه؟ قطبیه. پس تو میدان الکتریکی جهتگیری میکنه. کدام یک در میدان الکتریکی جهتگیری نمی کند؟ پروپان. چرا؟ چون ناقطبی است، چون توزیع بار توش یک نواخته. کدام یک از این دو ماده گازی شکل آسونتر مایع میشه؟ اینو همیشه بچه ها مشکل داره. آه کی آسونتر مایع میشه؟ این داستان از این قراره. ما الان تو چه دمایی هستیم؟
ما تو دمای 25 درجه اتاقیم، میخوایم اینا رو سرد بکنیم. مثلا یکی دماش مثلا میگم مثلا هست منفیه چه میدونم 80، یکی دیگه دمای جوشش هست چه میدونم منفی 100. تو داری سرد میکنی میای پایین، کدوم یکی زودتر مایه میشه؟ تو از دمای جوش بخوای رد بشی، از نقطه جوش یک ماده که رد میشی، اینجا حالت فیزیکی گازه، اومدی پایین نقطه جوش حالت فیزیکی میشه مایه. خب اونی که نقطه جوش بالاتری داره اول مایه میشه دیگه، اوکی؟ حالا بین اینها این قطبیه، پس نقطه جوش بالاتری داره، پس از دمای 25 درجه سانتیگراد دارم میام پایین، اول دیمتیل اتر میشه مایه، اوکی؟ ماشاءالله. آنتالپی فروپاشی، ببین اون مقدار گرمایی که باید، تعریف رو دقت کنم ممکنه تعریف سوال بیاد، اون مقدار گرمایی که باید به یک مول جامد یونی، چی شد؟ یک مول چی؟ جامد یونی بدیم، یعنی گرمایی داره مصرف میشه تا تبدیل بشه به کاتیون های گازی سازندش، کاتیون و آنیون، یا کلا بگو یون های گازی سازندش، کاتیون و آنیون گازی سازندش، اوکی؟ اینو بهش میگن آنتالپی فروپاشی شبکه بلور. خب آنتالپی فروپاشیش تابع چیه؟ تابع چگالی باره. چگالی بار چیه؟ از اسمش پیداست، نسبت بار به چی؟ شعاع. خب این الان چی گفته؟ گفته NaCl چی چی؟ NaCl چقدر آنتالپی فروپاشیش؟ 787. بعد دیگه چی؟ KBr چقدره؟ آنتالپی فروپاشیش هست 689. بعد گفته کدوم یکی از این اعداد میتونه آنتالپی فروپاشی KCl باشه؟ خب ببین KCl یه چیزیه بین اینا دیگه، کاش رو از پایینی گرفته، سیلش رو از بالایی گرفته، پس آنتالپی فروپاشی هم یه عددی بین اینا در میاد. چی بین اینا؟ 717. خب چرا میگی که چون چگالی بار، چگالی بار پتاسیم کمتر از سدیم، اوکی؟ و چگالی بار کلور، اوکی؟ بیشتر از بروم، این KCl چگالی بارش از NaCl کمتر و از چی؟ KBr بیشتر میشه. بین این دوتا در میاد. حل سوال بگیر از این آسان‌تر. بعدی، آها دیگه اینو من توضیح بدم. ببین ماشین، توی ماشین خروجی موتور، نه ته اگزوزا، همون نزدیک موتور، یه قطعه کار گذاشتم بهش میگن کاتالیزور یا کاتالیزگر. چی کار میکنه؟ داخل موتور که دما خیلی بالاست، داغ، نیتروژن و اکسیژن میتونن با هم واکنش بدن، NO تولید بکنن یا CO تولید بشه اونجا، یا اینکه هیدروکربن نسوخته وجود داشته باشه بخواد خارج بشه بره بزنه پدر طبیعت رو در بیاره. ما یه کاتالیزور گذاشتیم که انرژی فعال سازی واکنش اینا رو کاهش بده و اینها رو تبدیل بکنه به یه سری موادی که کمتر ضرر داشته باشن. چطور؟ ببین الان اینجا چی داری؟ NO داری، CO داری، CXHY داری. میاد NO رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل میکنه به N2 و O2، میشکندش. CO رو تبدیل به چی میکنه؟ با اکسیژن واکنشش میده، تبدیلش میکنه به CO2. دیگه چی؟ CXHY رو چی کار میکنه؟ CXHY رو میسوزونه، یعنی باعث میشه CXHY بیاد با O2 واکنش بده، چی تولید بکنه؟ CO2 و H2O تولید بکنه. این کاریه که چی؟ این کاتالیزور رو دارن انجام میدن. حالا اول سر صبح که ماشین سرده، این کاتالیزگر خوب عمل نمیکنه. چرا خوب عمل نمیکنه؟ چون می هر کدوم از این کاتالیزور روش چی کار گذاشتن؟ پلاتین، پالادیوم، رودیوم، اینا کار گذاشتن روی این مشدانه های سرامیک کاتالیزورت که تو ماشین کار گذاشتی. خب هر کدوم از اینا تو یه دمایی دارن خوب عمل میکنن و میتونن
واکنش مورد نظر خودشون رو سرعت ببخشن. پس برای همین سر صبحی که سرده خوب عمل نمیکنه، دما که میاد بالا کم کم اینا دارن به کار میفتن. هر کاتالیزیری توی یک محدوده دمایی خاصی عمل کرده مناسب خودشو داره و همچنین حالا انرژی فعالسازی اینا هم بالاست، باید اون انرژی فعالسازی رو آفرین تعمیم بشه، بذار دما بیاد بالا تعمیم بشه. تعیین کنید این شی مربوط به معدل کاتالیستی تو چه نوع خودروهای بنزینیه. خودروهای دیزلی چه اصلا خودرو دیزلی میدونی چیه؟ کامیونینا که گازوئیل میزنن بهش میگن دیزلی. خب اونا یه منبع آمونیاک داره اون بالاشون، یه منبعی داره این کاتالیزورشون، یه منبع داره اون بالا شکلش مشخصه، توش آمونیاکه، توش NH3 است، اونا دیزلی ان. اگه امسال این سوال اومده ممکنه بگه پارسال این سوال، امسال ممکنه مثلا مال خودروهای دیزلی سوال بیاد، اون یه منبع داره حواست باشه. معادله شیمیایی حذف هیدروکربن های نسوخته رو میشه که من نوشتم دیگه، آه این همونه. خب چرا با وجود این قطعه گازهای خروجی از اگزوز خودروها به هنگام روشن شدن ماشینا تو زمستون و هوای سرد، آها همین که من توضیح دادم، میگه آه چرا موقعی هوا سرده یا سر صبح ها چرا آلاینده های خروج از اینه بیشتره؟ چون گفتم ماشین هنوز داغ نشده، هر کدوم از اون کاتالیزگرا توی محدوده دمایی خاصی خوب عمل میکنن. بریم ادامه. یه جدول داریم، این جدول تمرین کتاب درسی تونه، نمیدونم چند نفرتون این تمرین کتاب درسی دیدید یا نه. ببین اینایی که داریم گفته چی؟ بدون حضور کاتالیزگر سرعت واکنش ناچیزه، ایجاد جرقه انفجاریه، چون تو داری انرژی فعالسازی رو تأمین میکنی، حضور پودر روی سریع توری پلاتین انفجاری. کاتالیزگر چیکار میکرد؟ کاتالیزگر سطح انرژی واکنش دند و فرآورده رو تغییر نمیداد. چیکار میکرد؟ انرژی فعالسازی رو کم میکرد. خب حالا پس این ای تو یا بدون حضور کاتالیزگر، به 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 خیلی مخلصی، خیلی مخلصی، خیلی مخلصی، خیلی چاکری، قرمت برم استاد گلاب عزیز، آقا حسین عسکری عزیز، خیلی مخلصی، اساتید گروه علوم انسانی ارادت داریم قربان. خب فدات شم، گل گلاب، قند عسل، شکر پنیر. خب ای چیه بچه ها؟ ای بدون حضور یا بدون حضور کاتالیزگره، اوکی، یا اینکه توش جرقه ایجاد کردی. چرا؟ چون سطح انرژی فعالسازی رو که تغییر ندادی، تو یا انرژی فعالسازی رو تأمین کردی یا اصلا تأمین نکردی یا هست سر جاش. اوکی پس این دوتا میشن حالت ای. خب بی چیه؟ سریعه، یعنی تو کاتالیزگر پودر روی استفاده کردی. سی چیه؟ توری پلاتینی انفجاریه، چون کمترین انرژی فعالسازی رو داره. من یه شکل بکشم در مورد انرژی فعالسازی برات اگر یادت رفته. ببین این پیشرفت واکنشه توی واکنش مثلا گرماده، اینم آنتالپی، این سطح انرژی واکنش دنده، این فراورده ها، این سطح، این چیزی که حالا قله یا بهش میگیم این انرژی فعالسازی. اگر تو کاتالیزگر استفاده بکنی، کاتالیزگر میاد این انرژی فعالسازی رو کم میکنه، یعنی تو انقدر انرژی باید اون موقع براش تامین بکنی، سطح انرژی فعالسازی میاد پایین. هر چقدر این انرژی فعالسازی کمتر باشه، سرعت واکنش یا بچه‌ها بیشتره. خب برگردیم پس اینجا با این دیتا هایی که داریم، پس این میشه سی. نقش پودر روی تو این واکنش چیه بچه ها؟ کاتالیزگره. نقش جرقه تو انجام واکنش دو چیه؟ تو این جرقه تأمین انرژی فعال سازی. هر یک از نمودارهای بیو سی به کدوم یکی از آزمایش های 3 و 4 مربوطن؟ نوشتم B مال 3، C مال چیه؟ 4. چرا؟ چون تو 4 گفته انفجاری، یعنی سرعت بیشتر از سری دیگه، بیشتر انرژی فعالسازی رو کم کرده، انرژی فعالسازی از C ذره بیشتره. پس این چیه؟ سریع پودر روی، این یکی پلاتینیه. این اولیه انرژی فعالسازی دستکاری نکردیم ما. اوکیید؟ آفرین. خب هر یک از نمودارهای B و C به کدوم یکی از آزمایش رو؟ خب گفتیم با استفاده از توری پلاتینی توی آزمایش 4
آنتالپی واکنش یا دلتای چه تغییری میکنه؟ آها، هیچ تغییری نمیکنه. چرا هیچ تغییری نمیکنه؟ آقا کاتالیزگر انرژی فعال سازی رو کم میکنه. سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده رو تغییر نمیده. اینا این سطح انرژی واکنش دهنده، این سطح انرژی فراورده، اینا رو دستکاری نکرده. ببین اینا رو دستکاری نکرده، فقط انرژی فعال اون قله رو، فقط یه قله بلند تبدیل رو به تپه. حله؟ آفرین. خب اینم چراش واسه نمی‌رسه. میگی چی؟ چون کاتالیزگر سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده رو تغییر نمیده. اینم چراش. این سوال چند بود؟ این سوال 9تون بود. خب بیا اینجا. با توجه به این واکنش ها بحث قانون لوشاتلی است. من یه لوشاتلی رو یه توضیح بدم. لوشاتلی با چند تا چیز تغییر میکنه. مثلا توی واکنش تعادلی تو باید تعیین میکردی این واکنش گرماده یا گرم میگیره. الان اولیه بهت گفته دلتا اچش کوچیکتر از صفره. دلتا اچش کوچیکتر از صفره یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینکه این واکنش کیو این زمده. اوکی؟ یعنی داره گرما از دست میده، گرماده که دلتا اچش منفی شده. این یکی که دلتا اچش مثبته یعنی چیه؟ گرماگیره، کیو سمت واکنش دهنده است. که یه چیز دیگه، اگر دلتا اچ هم بهت نداد، تو بیا دو طرف مقدار مول ها رو نگاه کن. این ور 2 مول گازی داریم، این ور 3 مول و 1 مول، هم اینجا 4 مول. همیشه کیو سمت مول گازی کمتره. خب حالا اگر من دما رو ببرم بالا چه اتفاقی میفته؟ همیشه تعادل با عامل برهم زننده تعادل میاد مقابله میکنه. دلش نمیخواد کسی تعادلش رو به هم بزنه. الان تو دما رو ببری بالا، اینور که خودش داره گرما تولید میشه، یعنی گرمتر میشه. اوکی؟ دما رو داری میبری بالا، این میخواد با گرمتر شدن مقابله بکنه. خب از واکنش بر میگرده که اون گرما رو مصرف بکنه. ببین اگه به سمت رفت بیاد، تو که داری گرما میدی، خودش هم گرما تولید بکنه، دیگه خیلی گرما میره بالا. اوکی؟ این نمیخواد خیلی گرما بره بالا. تو داری دما رو میبری بالا، اون کیو رو داره مصرف نده، دما رو میاره پایین، یه حد تعادلی رو حفظ بکنه. خب با کاهش دما، حالا این نگفته افزایش، گفته کاهش. بریم بررسی بکنیم سوالو. چی؟ با کاهش دما. دما رو کم بکنم یعنی داره سرد میشه، این نمیخواد سرد بشه، خودش میره گرما تولید میکنه، میاد به سمت چی؟ به سمت فراورده. تو واکنش 1 چه تغییری اتفاق میفته؟ مقدار فراورده تو دما رو میاری پایین، مقدار فراوردت بیشتر میشه. چرا؟ چون با افزایش دما بر اساس قانون لوشاتلیه واکنش به سمت رفت حرکت میکنه برای مقابله با تغییر ایجاد شده. اوکی؟ خب پس در نتیجه انهاشته بیشتری تولید میشه. با افزایش دما در واکنش 2، تو این دومیه، دما رو ببرم بالا، دما رو ببرم بالا، این در جهت مصرف گرما حرکت میکنه، با برهم زننده تعادل میخواد مقابله بکنه. چه تغییری میکنه؟ کا زیاد میشه. چرا؟ چون فراورده ها دارن زیاد میشن. کا اینجا چیه؟ کا غلظت SO2 به توان 2، غلظت O2 بر روی غلظت SO3 به توان 2. صورت کسر داره زیاد میشه، مخرج کسر داره کم میشه. کا چی میشه؟ زیاد میشه. در دمای ثابت افزایش فشار سامانه تعادلی 2، افزایش فشار، دقت کنید، افزایش فشاری که منجر به تغییر حجم نشه اثری نداره. حالا این افزایش فشار گفته چی؟ تو دمای ثابت فشار سامانه تعادلی 2 رو بریم بالا. وقتی فشار رو میبری بالا یعنی حجم رو داری کم میکنی. اوکی؟ فضا داره کم میشه.
این برای اینکه با این عامل برهم زننده بخواد مقابله بکنه چاره ای نداره جز این که بره به سمت مول گازی کمتر. این ور دوتا مول گازی داریم، این ور دو مول اینجا، یه مول اینجا، سه مول گازی داریم. اگر مول گازی دو طرف برابر بود چی؟ چه اتفاقی میفته؟ هیچ، تعادل تغییر نمیکنه. فکر کن این ور دو مول بود، یه مول این ور بود، یه مول همون ور. اگر مول های دو طرف با هم برابر بود تعادل جا به جا نمیشد. خب بریم ادامه. تموم شد؟ ایول، دمتون گرم، مرسی. کل شیمی دوازدهم رو با هم مرور کردیم. تو چقدر؟ چقدر طول کشیم مرزاد؟ یک ساعت و نیم. دو تا سوال اول، این صحیح غلط ها مونده با جای خالی، اینم بزنیم دیگه. بریم درستون رو بخونید. بازم میگم من هستم هر لحظه ای که سوالی داشتی، امشب، فردا، پس فردا و شب امتحانت هستیم. شماره واتساپ هم باشه، چشم، اونم الان می نویسم. اینه، این شماره واتساپ من 0911-183-5648. هر لحظه ای هر سوالی داشتی به ام پیام بده، واتساپ یا توی اینستاگرام خودم فرقی نمیکنه، به من پیام بده، من هستم. اوکی، شب امتحانتونم باز دارم میگم تا صبح بیدار میمونم، هستم در کنار شما، هر سوالی داشتید در خدمتم. اوکی، با هم باز رفع اشکال میکنیم. بیا اینجا، فردا هم یادتون نره، فردا ساعت 11 صبح یه سری دیگه دوباره نمونه سوال بررسی میکنم. خیلی هم وقتتون نمیگیرم چون بیشتر درسشو امروز گفتم. فردا سری سری نمونه سوالای خردادم با هم تحلیل میکنیم، ساعت 11 یه 45 دقیقه شاید طول بکشه، نمونه سوالا رو سری با هم تحلیل میکنیم که اگر یه جایی باز باگی چیزی بود، جایی متوجه نشده بودی، بتونی اونجا هم با من رفع اشکال بکنی. اوکی، هر سوالی هم در مورد امروزم داشتی باز شب بهم پیام بده. ذره های سازنده مخلوط های سوسپانسیون چیه؟ ببین، بعد ذره های ریز ماده داره، یونی، پارازایلم، پلاتین، مولکولی درونی، مولکولای یونها فلان. ببین، سوسپانسیون ذره هاش بزرگتر از کلوئید ها بود، کلوئید هم بزرگتر از محلول ها. اوکی، ذره های سازنده سوسپانسیون ذره های ریز ماده. آقا تو که گفتی بزرگتره. ببین، ریز ماده از لحاظ چشمی، کلوئید ها رو یون ها و توده های مولکولی ساخته، کلوئید ها رو توده های مولکولی ساخته بودن، محلول ها هم یون ها و چی، مولکول ها. یکی از مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات. آها، اینو من توضیح بدم چون مهمه. ببین، پلی اتیلن ترفتالات رو از اینها میسازن. تو پارازایلن رو باید بشناسی، اینا رو حتما بشناسا، اینم قطعا ازش سوال میاد. این ترفتالیک اسیده، خود این ترفتالیک اسیده رو از چی سنتز میکنن؟ از پارازایلن. این پارازایلنه. این چندتایی که میگم رو بشناس. حالا این ترفتالیک اسید میاد با اتیلن گلیکول یا همون ضد یخ واکنش میده. اتیلن گلیکول هم این شکلیه. 11 هم خوندید فصل سوم. N تا از این ترفتالیک اسید با N تا از این اتیلن گلیکول با هم واکنش میدن. چی تولید میکنن؟ یه پلیمری تولید میکنن به نام چی؟ پلی اتیلن ترفتالات. همین پلیمرایی که باش بطری آب معدنی میسازیم. چجوری میشه؟ اینا اوهاشش رو از دست میده، اسید اوهاشش رو از دست میده، الکل هیدروژناش رو از دست میده. بخوام بکشم پلیمره رو، این سی دوگانه او اوهاشش رو از دست داده، این حلقه بنزینی که این وسطه، این ور سی دوگانه او ادامش هم که چسبیده به چی؟ چسبیده به این الکل، از الکل اکسیژن، کربن اکسیژن، هیدروژناش هم که از دست داده، این انتا از این، این شد چی؟ پت، پی ای تی. در کنار این آب هم تولید میشه بچه ها، دو انتا آب هم تولید میشه. این هم واکنش پلیمری شدن. این که شما این کلن بس پلیمری شدنی که اینجا تو فصل 4 12 بهش اشاره کرد، ریشهش تو فصل 3 11 تون اونجا خوندید. اوکی؟ خب
این جزوه ها رو میذارم تو سایت به دستتون برسه. حالا تو کانال تلگرامی هم دارم میگن قرار میگیره، تو کانال تلگرامی هم میذاریم. این از چی؟ بحث ترفتالیک اسید و پولیتیلن ترفتالات که یکی هم مونومرهاش چیه؟ آها، اتیلن گلیکول. یه وقت نگی پارازایلن ها، پارازایلن باهاش چی میسازن؟ ترفتالیک اسید رو سنتز میکنن. ترفتالیک اسید هم خودش یکی از این مونومرهای این هست. یکی از مونومرهاش پس چی بود؟ اتیلن گلیکول. این میشه چی؟ ب. ما اولی که این الف بود. خب بازها با ثابت یونش کوچیک، اونی که یونشش کم باشه میشه الکترولیت ضعیف. اوکی؟ خب گفته بازها با ثابت یونش کوچک پس کم یونش پیدا میکنن، پس چی هن؟ ضعیف هن. این میشه قسمت پ. یه چیزی بگم در مورد رسانش، اونی که غلظت یونها توش بیشتر بشه اون الکترولیت قوی تریه. اونی که غلظت یونها، کاری به غلظت خودش ندارم، غلظت یونها، حالا یه مثالی هم میزنم راجع به این، بذارین این چند تا رو بگم. هنگام جراحی چه فلزی استفاده میکنن؟ خب تابلو این اصلا سواد شیمی نمیخواد که، پلاتین دیگه، شنیدی دیگه، یارو تو پاش پلاتین داره. خب تو شبکه بلوری جامدهای فلزی الکترون ها رو از چی؟ الکترون های لایه ظرفیت. چیه این؟ مورد 3. الکترون های لایه ظرفیت، ترکیب هایی که تو دما و فشار اتاق به حالت مایعتن، ترکیب های چی هن؟ مولکولی. اوکی، کو مولکولی. اینا، اینم آخریش جیم. خب در مورد اون چیزم بگم، رسانایی الکترولیتا. این توی ترکیبی داری مثل این، یه بازی داری بی آ او هاش دو مرتبه، میگی محلولش چند مولار؟ یک مولار. غلظت یونهاش چقدره بچه ها؟ غلظت یونهاش چند مولاره؟ ببین این بی آ او هاش دو مرتبه، این خودش ترکیب یونی تفکیک یونی میشه، میشه بی آی دوباره مثبت با دو تا اوهاش منفی. غلظت یونها برای محلول یک مولار این میشه 3 مولار. پس حواست به این باشه. اوکی؟ علاوه بر اینکه باید تفکیکش مثلا کامل باشه یا یونشش کامل باشه، بعد اگر خواست چند تا با هم دیگه مقایسه بکنی، تو باید بیای غلظت یونهاش رو حساب بکنی. اوکی؟ یا مثلا همین الان 1 مولار بود، محلول 1 مولار HCl هم مثلا ممکنه بهت بده آ کدوم یکیشون رسانایش بیشتره، اینم 1 مولار. خب این غلظت یونهاش چقدر میشه؟ HCl. یه دونه هاش مثبت تولید میکنه با یه دونه Cl منفی، غلظت یونها تو این میشه چقدر؟ میشه 2 مولار. اوکی؟ کدوم یکیشون رسانا، جفتشون الکترولیت قوی ان اینا ها. اونی که یونشش کامله الکترولیت قویه، هیچ ربطی هم به حل شدن نامحلول و کم محلول اینا نداره، آقاتی نکنی، هیچ ربطی به اونا اصلا نداره. یونشش کامله چیه؟ الکترولیت قویه. حالا بین این دوتا الکترولیت قوی که جفتشون هم محلول گفتم 1 مولار باشه، کدوم رسانایی بهتری داره یا شکل بدادن لامپش پرنورتر میشه؟ اونی که چی؟ غلظت یونهاش بیشتره. برگردیم به دفترچه سوال و آخرین سوال. یه دونه اینا مونده بود صحیح غلط. آقا کوارتز میگه از جمله نمونه های ناخالص سیلیس، سیلیس چی بود؟ SiO2. ناخالصش میشه ماسه، خالصش میشه چی؟ کوارتز، که خواص نوری ویژه ای داشت. پس این چی؟ غلط. جسمی که آبکاری میشه به قطب مثبت باتری وصله، این آبکاری سلول چیه؟ مثلا چه بنام یه کلید میخوام آبکاری بکنم، میخوام اینو با نقره آبکاری بکنم. ببین کلید رو به کجا باید وصل بکنم؟ این کاتیون های نقره‌ای که توی محلولن باید بیان بشینن رو سطح کلید دیگه، درسته یا نه؟ باید کاتیون ها بشینن رو سطح کلید که با نقره آبکاری بشه. خب کاتیون کدوم وری میرفت؟ کاتیون میره سمت کاتود، پس این کاتوده
سلول چون الکترولیتی کاتود به قطب منفی وصله، این ور آنود به قطب مثبت وصله، برعکس گالوانیه. خب آبکاری میشه به قطب مثبت وصله، نه خیر به قطب منفی وصله، این غلط. بریم بعدی. گروه های عاملی مختلف توی گستره معین و منحصر به فرد یا پرتو فروسرخ رو جذب میکنن. بله ببین داستان طیف سنجی فروسرخه. طیف سنجی فروسرخی اینه که حالا با پرتو فروسرخ گروه های عاملی چون ساختارهاشون با هم متفاوته، هر کدوم یه بخشی از اینها رو میان جذب میکنن و از رو اون میتونن تشخیص بدن چه گروه عاملی هست. حالا یه لحظه بعدش در مورد دوباره طیف سنجی فروسرخی توضیح خواهم داد. توی شرایط یکسان دما و غلظت، یعنی توی دما و غلظت یکسان، هر چه ثابت یونش یه اسید بیشتر باشه، یعنی اسید قوی تری باشه، توی غلظت و دمای یکسان گفته پی اچ محلول، اینا یه ذره بردارم از اینجا اینا رو این شکل رو دارم این پایین. خب گفته چی؟ پی اچ محلول اسیدش بیشتره، کمتر اسید قوی تر، پی اچش توی چی بچه ها؟ دقت کن، توی غلظت و دما یکسان اسید قوی تر، پی اچش کمتر. این گفته بیشتر، اینم غلط. یه نکته آخر من در مورد طیف سنجی فروسرخی بگم و شما رو بسپریم به درگاه پروردگار و در امان خدا. اینجا رو من یه لحظه دقت بکن، اینو بخون، من احتمال میدم این سوال بیاد توی امتحان نهایی امسال. این طیف سنجی فروسرخی، یه لحظه حواست رو بده به من، آخرین نکته است. ببین توی این طیف سنجی فروسرخی الان ما اینو خونیم که شمار و نوع اتم های سازنده هر گروه عاملی متفاوته، هر کدوم از آنها گستره منحصر به فردی از پرتو های فروسرخ رو جذب میکنن، همین تفاوت اساس شناسایی گروه های عاملیه. این از گروه عاملی. حالا ادامش ببین، از طیف سنجی فروسرخی میشه برای شناسایی آلاینده هایی مثل کربن مونوکسید، اکسیدهای نیتروژن توی هواکره و نیز شناسایی برخی مولکول ها تو فضای بین ستاره ای استفاده کرد. حالا علاوه بر طیف سنجی فروسرخی میشه از برهم کنش پرتوهای فرابنفش و نور مری و امواج رادیو غیره هم استفاده کرد. MRI هم یه نمونه از کاربرد طیف سنجی توی علم پزشکیه. و سلام علیکم، خسته نباشی، فردا 11 صبح دوباره میبینمت. امشب بخون قشنگ درس تو، نمونه سوال حل بکن، دوره کن. اگر سوالی هم داشتی من بپرس، فردا دوباره 11 صبح میبینمت. قبل از 11 صبح فردا میتونی یه سری سوالا رو هم برام بفرستی که من اینجا کامل بر همتون توضیح بدم اگر مورد خاصی بود. خیلی مخلصیم، قربون همتون، خسته نباشید.